عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. منزلی دیگر از برنامه وحشت بزرگ، این بار تمرکز روی چهره مخوف در تاریخ میهن و مملکت ماست. امروز هم نمیشه به همین دوران جمهوری اسلامی، کمتر شبیه اون رو میشه در تاریخ ایران پیدا کرد که او در رأس دستگاه امنیتی کشور قرار گرفت در دوره هاشمی رفسنجانی و هدف رو بر این گذاشت که شکارچی ها، سلاخ ها همه رو گردآوری بکنه برای حذف دستگاه تفکر در ایران. این بود که عوامل او، شبکه‌ای که زیر مجموعه او بودند، رفتن به سراغ روشنفکران، متفکران، استادان دانشگاه، روزنامه نگاران، چراهای برجسته‌ای مثل سعید سیرجانی و غیره برای حذف همه اونها. نظر او به احتمال زیاد نظر هاشمی رفسنجانی بر این بود که اگه اینا بتونن 500 هزار نفر در طی عملیات سازمان یافته ممتد حذف بکنن از صحنه زندگی، و خیال جمهوری اسلامی برای بسیار حدود 3 نسل آسوده خواهد شد. یعنی اگه بتونن دستگاه تفکر رو از میان بردارن، ببیشه دستگاه نقاد تفکر، یعنی روشنفکران و روزنامه‌نگارانی که نظر خوشی به حکومت اسلامی نداشتن، به پیدایی حکومت اسلامی اعتراض داشتن. علی فلاحیان، علی فلاحیان یکی از جنایتکاران دوران هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهوره. اجازه بدید که بریم به سراغ دانش آموخته مطالعات امنیتی آقای عرفان قانعی فرد در لس آنجلس. آقای فرد، درود بر شما. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند. خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما هستم جناب ایوانی. ممنونم. علی فلاحیان، وقتی اسمش رو میاری چی به شما؟ من زیاد شنیدم راجع به علی فلاحیان، از زبان آقای فرج سرکوهی شنیدم، از زبان یکی از قربانیان او شنیدم که در آلمان رفته بود، به آلمان علی فلاحیان، و جالبه که از موفق ترین چهره های امنیتی جمهوری اسلامی است که روابط ویژه‌ای رو به دستگاه های امنیتی اروپا ایجاد میکنه، به اروپا سفر میکنه، در اروپا دیدارهایی داره با عده‌ای، از جمله به یکی از نزدیکان دکتر شاپور بختیار، خیلی نزدیکه، او سمی رو میده که اون هنوز این سم رو در خانه‌اش حفظ کرده، در شیشه است و میگه کاری نداره، خیلی ساده، و خلاصه اینو در قضای بختیار میریزی و کار رو میساد که بعدها به شیوه دیگری بختیار رو از بیان برداشت. آقای عرض کنم خدمت حضرت عالی که فلاحیان مانند برخی از چهره های مولای وزارت اطلاعات از مدرسه حقانی آمده، به عبارتی فارغ التحصیل مدرسه حقانی است و تلاش و همت او بیشتر برای حفظ ساختار مولایان و تفکر خمینیسم است و خودش افتخارش بر اینه که در مدرسه حقانی که توسط بهشتی درست شده در قبل از بلوای 1357 در واقع جز شاگردان درس فلسفه بهشتی بود. فلاحیان ملای بدنامی است و بعد از بلوای 1357 در واقع ایشون چهره اصلی خودش رو نشون داد و قبل از سال 1357 تصورش بر آن بود که چون در واقع دوره چریکی دیده و یه گروه تروریست رو همراهی میکنه، برای آینده حکومت اسلامی میتونه مفید واقع بشه. و وقتی هم که ایشون بعد از استبداد خمینی در دوران ولی فقیه دوم، یعنی خامنه‌ای، که برای استمرار و در واقع میشه گفت بقای استبداد ولایت فقیه تلاش کرد، ایشون حضور داشت و حضورش در اون چند سال در واقع جز به خوفناکترین و سیاهترین دوران تاریخ معاصر ایران میشه ازش یاد کرد. و اوائل هم که برحال با حاکم شرعی در آبادان و قتل عام مردم در آبادان و مشهد و کرمانشاه همراه شد. طولانی هم بود نیست؟ دوره وزارتش 8 سال ها؟ بله، ایشون در واقع تا زمان حضور
در واقع اصلاح طلبان به اصطلاح در دوران خاتمی ایشون حضور داشت، ولی اول حاکم شهر آبادان بود، در آبادان و مشهد و کرموشاه، و بدتر از خلخالی حکم اعدام مخالفان رو صادر کرد و در واقع در زمانی که در کرموشاه بود ایشون برای اولین بار توابسازی رو راه انداخت که پخش اعترافات تلویزیونی بود از مخالفان سیاسی. پدیده سید مهدی هاشمی پیش از اون اگر موافق باشید یه بخش دیگری از اعترافات سید مهدی هاشمی رو ببینیم، بازگردیم و گفتگو بکنیم با آقای فلاحیان که از نزدیک در واقع با این مسئله و این پرونده دست به گریبان بودند و در حلش راه کشند. در محور قتل باید عرض کنم که دو فقره قتل صورت گرفت در رابطه با مبارزه با منکرات و فحشا، یک زن و یک مرد، و یک فقره هم در مورد قتل مرحوم آقای شمس‌آبادی. اینها رو مجوز قتل یک عالم دینی دونستم و این قتل رو مجاز دونستم که من حس میکنم یک اشتباه بسیار بزرگی بوده که در اون زمان در برداشت من از مبانی اسلامی نسبت به یک عالم دینی صورت گرفت. و در واقع در زمان فلاحیان ایشون ایامی هم در کمیته های انقلاب بود و کارش تشکیل دادگاه های صحرایی بود در جنوب و غرب کشور برای قتل عام مخالفان، و بعداً وزارت اطلاعات یک دانشکده‌ای رو داشت به اسم دانشگاه امام باقر که در اونجا هم ریاست به عهده داشت برای تربیت پرسنل وزارت اطلاعات در دوره‌های بعدی. یک دوره هم قائم مقام دادستانی بود، یک دوره هم در کمیته‌های انقلاب بود. و در واقع فلاحیان خودش میگه کار امنیتی زیادی داشته، ولی کار امنیتی ایشون بنا به روایت اکثر افرادی که ایشون رو میشناسن صرفا میگن جزء اوباش‌های موج سوار هست و شیفته ارتباط گیری بوده، همونطوری که حضرت علی فرمودین، چه ارتباط گیری داخلی و چه شبکه سازی خارجی. و وقتی که رئیس شهری رئیس اول وزارت اطلاعات بود، ایشون در واقع نقش جانشین، معاون، سرپرست و مشاغل دیگه‌ای رو به کار می‌برد، بسیار به شخص خمینی نزدیک بوده بنا به روایات خودش، و معتقده که حتی قرار بر این بوده که اول ایشون وزیر واجا بشه ولی به جای خودش رئیس شهری رو معرفی می‌کنه. و یک کمیته 5 نفره‌ای که در مدرسه حقانی بوده، این کمیته 5 نفره رو در واقع میان و در وزارت اطلاعات هم ادامه میدن و تمام قتل‌ها و جنایت‌هایی که چه در دوران رشهری و چه در دوران خودش اتفاق افتاده این کمیته 5 نفری ساخته و پرداخته کردن که یکی از اون چهره‌ها در واقع حسینیان بود، یکی از اون چهره‌ها چهره خطرناکی مانند پور محمدی بود. و در واقع اینا نکاتی است که در مورد فلاحیان میشه بیان کرد. آقای قانیفر، دو ویژگی دوران فلاحیان یکی اینه که شماری از اوباش، زندانیان خطرناک، جانیان خطرناک، قوات هایی که توی زندان بودن، اینا رو همه رو میاره و عوض شبکه خودش میکنه و اینا به عنوان شکارچی و سلاخ در خدمت او بودن برای تعقیب و شکار چهرهای حالا میهندوست یا تکنوکرات ها، نویسنده ها، روزنامه‌نگاران و از این قبیل. یکی دیگه کاری که این باب میکنه فیلم برداری بوده، در به اصطلاح تعبیه دوربین بوده در خانه های مردم، ببینید در اتاق خواب، در حمام، در حمام بسیاری از حمام های خانگی، بسیاری از همین سران جمهوری اسلامی که امروز بر سر کارن، از زن و بچه برهنه اونها فیلم تهیه میکرده برای روز مبادا. میدونم که چه اطلاعاتی در این زمینه دارید. به نظرم موثق ترینش در واقع روایت جناب آقای فرج سرکوهی، یکی از موثق ترین روایت ها به نظرم روایت آقای فرج سرکوهی باشه که اون موقع در بسیاری از رسانه ها مصاحبه کرد، وقتی هم که از ایران خارج شد تمام اونها رو گفت و باز گفت. یه روز آمدن ما رو بردن و این بار دیگه زدن علمی و شلاق و اینا نبود، مشت و لگد و شلاق و یعنی یک بعد از ظهری شاید، نه اینها 3-4 نفری زدن انتقامی کردن و وحشتناک بود. بعدم چیزی هم نمیخواستن، نمیخواستن مصاحبه کنن تا قطع کنیم بگم میکنن، فقط میزدن. و تو پدر سخت ما بود، تو گفتیم نرم، تو قول دادی نگی، بعد رفتی نامه من چه شده، من فهمیدم نامه من چه شده.
منتها فکر کنم نامون چه شده، آبرو من رفته، مردم با من بدن، حالا برعکس شد. اما من اون موقع، اما دیگه برای من مهم نبود اینجا دیگه، من برای می‌خواستم بمیرم تموم شه بره. و باز گفت و برخی دیگه از چهره‌های ادبی که متاسفانه در واقع هیچ وقت نذاشتن روایاتش ضبط بشه و اینها، مثل آقای پورزند، و اینها نکاتی است که متاسفانه در اون ایام رخ داده و جز توحش و بربریت اسم دیگه رو برای اون نمیشه گذاشت. فلاحیان مصاحبه های رو زیادی رو انجام داده در این دوران، از جمله با مجله پنجره، از جمله با خبرگزاری های تسنیم، فارس، ایسنا، با روزنامه های بظاهر اصلاح طلب و غیره، و در اون یک سری روایاتی رو بیان میکنه خودش. و حتی جالب بر این هست که در اون دوران هاشمی رفسنجانی به جای این شخص بدنام خواسته که کسی مثل حسن روحانی وزیر اطلاعات بشه، ولی حسن روحانی با رفسنجانی به یک سری توافقاتی نرسیده و ظاهر قضیه هم خامنه‌ای بیشتر نگاهش به علی فلاحیان بود. علی فلاحیان چون سابقه تروریستی داشته، بیشتر هدفش بر اون بوده که اون باندها رو در اختیار بگیره برای سرکوب هر نوع مخالفی، چه در داخل و چه در خارج از کشور. و شبکه‌های ترور فعال در خارج از کشور هم توسط همون باند اوباش در واقع هماهنگی و ساخته و پرداخته شد که اسامی بسیاری از اونها بعدها معرفی شد به تاریخ معاصر و در رسانه ها هم اومد، مثلا کسی مثل خوشکوشک و غیره. و اینها چیزهایی است که در واقع در اون ایام مطرح شده و در ایام هاشمی رفسنجانی میشه گفت که یکی از بدنامترین وزیران کابینه هاشمی رفسنجانی فلاحیان بود و بدنامترین دوم که خودش یک تروریست بود وزیر کشور بود. بنابراین آقای هاشمی رفسنجانی نقش اساسی داشته در هدایت و مدیریت یکی از بدترین دوران ترور و ایجاد وحشت در میهن مملکت ما و کشتاری که او از روشنفکران کرد، از مردان سیاسی در مملکت و میهن ما و چهره‌های با ارزش و کسانی که ثروت ملی ما محسوب می‌شدند. بفرمایید. عرض کنم که در دوران ایشون، دوران جاسوسی، شناسایی های خانه تیمی، دستگیری ها، شبکه های احزاب و غیره که در دوران ری شهری بوده تموم شده. در دوران فلاحیان یک دوران پوست اندازی دیگه ای رخ میده، چون دوران به خلافت رسیدن خلیفه دوم ولایت فقیه که خامنه ای باشه هست و دوران استبداد جدید که هنوز 32 سال 33 سال ادامه داره و جنگ خانمانسوز نامقدس پایان یافته. رفسنجانی مدعی بازسازی و سازندگی هم در اون ایام در واقع یک کتاز قدرت در ایران هست و خمینی هم رفته. خمینی اون اظهار ارادتی که به وزارت اطلاعات داشت، اونها رو مثلا در اوائل سال 1366 سربازان گمنام امام زمان نامید، در حالی که امام زمان چیز وجود خارجی نداره و اصلا امام 11 هم فرزندی نداشته. به هر حال این نوع مقدس سازی رو برای یک سازمان جنایتکار انجام داده. در دوران فلاحیان یک پوست اندازی جدی هست، چون در اون ایام اعتراضات در داخل کشور و در خارج از کشور رنگ و بوی دیگه ای رو پیدا کرده و ترور در واقع میشه گفت در دوران فلاحیان به اوج میرسه. و وقتی که به اوج رسیده در این دوران هست که ما میبینیم یک شیوه جدیدی رو شروع شده که مثلا حضرت علی به برخی اسامی اشاره کردید که اجازه بفرمایید یادی هم بکنیم. برخی از اونها، یکی از اونها زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی هست، یکی دیگه از اون افراد که جز مترجمان و نویسندگان مشهور و معروف ما بود جناب احمد میرعلایی بود، از مترجمان و روشنفکران مشهور. از افراد دیگه‌ای که میتونم اسم ببرم، آقای غفار حسینی بود، آقای احمد تفضلی بود، ابراهیم زالزاده بود، و یا ماجرای اتوبوس روشنفکران و نویسندگان که در پا
15 تیر 1375 میخواستن اون رو به یک دره پرتاب بکنن و در واقع به خاطر قتل هایی که انجام شده بود و اعتراض کرده بودن. و سعید امامی هم در بازجویی هاش گفته بود که از مدت ها قبل قرار بر این بود که به خاطر تهاجم فرهنگی بسیاری از چهره های فعال در عرصه فرهنگ ایران به کلی حذف بشن. و در 21 آبان سال 73 که در اون ایام نزدیک 4-5 سالی از استبداد خامنه‌ای گذشته، حدود 134 نفر نویسنده یک نامه رو فرستادن به اسم ما نویسنده ایم که زنده یادان مثلا دکتر محمد رضا باطنی، ابراهیم یونسی، محمد قاضی، عبدالله کوسری، محمد جعفر پوینده و غیره دیگه، حالا اسامی زیادی است که در ذهن و خاطرم نیست، امضا کردن. که بسیاری از اون افرادی هم که امضا کرده بودند به قتل رسیدن در دورانی که دیگه فلاحیان رفته بود ولی عواملش در وزارت اطلاعات باقی مونده بودند. و جالب بر این است که بسیاری از اون تروریست‌ها هم اصولگرا بودند، هم اصلاح طلب و هم طرفدار خاتمی بودند، هم طرفدار خامنه‌ای. و یکی از اون برنامه‌هایی که در دوران ایشون از تلویزیون پخش شد برنامه هویت بود که این برنامه هویت توسط افراد روزنامه کیهان ساخته و پرداخته شد، یعنی کسی مثل شریعت مداری در اون ایام رئیس صدا و سیما کسی بود به اسم لاریجانی. و بنابراین هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای بسیار آگاه و مطلع بودند از تمام فعالیت‌های فلاحیان. شاهد قضیه هم خود خاطرات رفسنجانی هست که اعلام میکنه در فلان، حتی 48 ساعت قبل از اینکه رسانه‌های جهان راجب به شاپور بختیار چیزی رو اعلام بکنن، ایشون در خاطراتش گفته که زودتر از رسانه‌های جهان فلاحیان به من اطلاع داده که مثلا کار بختیار تموم شده. پس بنابراین خود رفسنجانی و خود خامنه‌ای آگاه و مطلع بودند از شبکه جنایت‌هایی که ایشون انجام داد. در اون ایام یه چیز دیگه‌ای هم که رخ داد، مثلا نمونهش قربانی اولش غلام حسین میرزا صالح بود که در واقع در خانه‌های امن وزارت اطلاعات از اونها بازجویی می‌کردند و این بازجویی رو تو همون برنامه‌ها نشون می‌دادند. یکی از اون افراد عبدالحسین زرین‌کوب بود، هوشنگ گلشیری بود و چهره‌های دیگه‌ای. و به نظر من یکی از منفورترین و بدنامترین اشخاصی که در اون ایام تحت مدیریت ایشونی مسئله رخ داد علی لاریجانی بود که در واقع همراه و همگام با یک جنایتکاری مثل علی فلاحیان اون مسائل رو انجام داد. یا مثلا قتل کسی مثل زنده‌یاد فریدون فرخزاد که در 16 مرداد 1371 رخ داد. و به هر حال فلاحیان خودش اعلام میکنه که در کتاب و فیلم هم وزارت اطلاعات نقش مستقیم رو داشت و در اون ایام هم کلیه فیلم ها تحت نظارت اداره فرهنگی وزارت اطلاعات و بخش فرهنگی وزارت اسمن ارشاد اسلامی در واقع انجام شده. و جالبه که بیننده های ما به یک نکته توجه بکنن که هیچ کدوم از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی از روز اول که ناصر میناچی، عباس دوزدوزانی، عبدالمجید معادی خواه تا میرسه به کسی مثل لاریجانی، خاتمی و یا حتی وزیر تروریست دوست خاتمی که الان در لندن هست، مهاجرانی، هیچ کدوم کمکی به نهادینه شدن دموکراسی در ایران و دفاع از حق آزادی بیان نکردن. و هر وقت هم با مخالفین برخوردی میشد در بیدادگاه این افراد، کمترین چیزی رو در واقع نمیذاشتن که به داخل جامعه ایرانی تزریق بشه، کمترین تفکری. آقای قانونی فهد، بنابراین در دوره هاشمی رفسنجانی تصمیم بر این گرفته میشه که جامعه رو یک دست بشه، یعنی جامعه تبدیل بشه به هم جنس حکومت بشه با حس و تصویه های خونی. اگر اینا موفق میشدن که این راه رو ادامه بدن، فکر میکنید به کجا میرسید قضیه؟ در دوران خلافت‌های اسلامی که در از اولش تا الان که در تاریخ اسلام نگاه بکنیم، هیچ دوران خلافت اسلامی نیست که همراه با خونریزی، قتل، جنایت، سرکوب و سیاهی نبوده باشه. و این خلافت اسلامی ولایت فقیه خطرناکترین و سیاه‌ترین اونها هست که در واقع یک عبای سیاهی بر بالای ایران شکل گرفت. در اون ایام خود فلاحیان سعی می‌کرد با قتل چهره‌ها در واقع هم مخالفان رو حذف بکنه، هم بقای عمر استبداد
ولایت فقیه رو طولانی تر بکنه. و در این حال هم بعضی نکات بود، مثلا روزنامه سلام هم منتشر می شد، یا مثلا در کردستان و آذربایجان غربی نشریه سروه در واقع با همکاری وزارت اطلاعات و نظارت مستقیم وزارت اطلاعات که اون موقع شخصی بود به اسم رحیم مشایی که بعداً در دوران احمدی نژاد به مقاماتی رسید، در واقع این نشریه پخش می شد. و گسترش ماموران واجد در خارج از کشور در دوران فلاحیان برای قتل عام مخالفان چیزی است که به نظرم تا این لحظه نکته غافل مانده در تاریخ معاصر ما هست و شاید هزار من کاغذ بشه دربارش نوشت. و ترور افراد مذهبی که در اون ایام رخ داد، که مثلا 3 نفر در کلیسای انجیلی انجام شد، یا مثلا آقای یوسفی، آقای میکائیلیان، یا مثلا آقای حوسپیان، و یا در کردستان مثلا کسی مثل فاروق فرساد، ناصر سبحانی، در واقع تمام اینها میشه گفت قتل عام‌های مذهبی بود که در دوران فلاحیان انجام شد، که در بین قومیت‌ها و مذاهب مختلف در داخل ایران هم هر نوع رنگ اعتراضی رو خفه بکنه. شخصیتی مثل فلاحیان با این همه جنایاتی که انجام داده که غالباً باید امروز در دادگاه کیفری محاکمه بشه، سوار میشه بر موج دیپلماسی در دوره هاشمی رفسنجانی و حتی به خارج از ایران میاد، یعنی میاد به اروپا و سعی میکنه مناسباتی برقرار کنه بین دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اروپا به ویژه آلمان. عرض کنم که فلاحیان خب یک چهره جانی است و این چهره جانی در موقعی که قتل‌های خارج از کشور انجام شد، مثل شادروان بختیار، قاسملو، بعدها شرفکندی و غیره، در همون ایام خودش با اداره امنیت آلمان و با اداره امنیت فرانسه یک سری روابطی داشت به خاطر مواد مخدر. و اروپایی‌ها هم نمی‌دانستند که مواد مخدر تحت نظارت وزارت اطلاعات و تحت نظارت سپاه و حتی برخی گروه‌های مسلح قومی در عراق و سوریه مثل پیکه در واقع انجام میشه. و اینها تصورشون بر اون بود که این شبکه مواد مخدر رو با کمک وزارت اطلاعات ایران میشه کنترل کرد، چون بعد از بلوای 1357 CIA و موساد دیگه روابط خودشون رو از دست داده بودن. متاسفانه ساواک منحل شده بود به دست هواداران مصدق در کابینه شاپور بختیار، و بعد در واقع این بعد از 1362 که وزارت اطلاعات درست شد که در برنامه‌های قبلش اشاره کردیم، این همکاری در اروپا در واقع با وزارت اطلاعات ایران در ایام ریشهری شکل گرفت که سنگ بنای این رابطه رو هم خود فلاحیان گذاشت. و متاسفانه اروپایی‌ها در ظاهر دم از حقوق بشر می‌زدن، در باطن رابطه با این آقا حضور داشت و در موقع اون قتل‌ها هم خود ایشون سفرهایی به آلمان داشت و چون مسئولیت دیپلماتیک داشت در واقع اون رو تحویل دادگاه‌های حقوق بشری ندادن و به خاطر مسائل مالی که اروپا با جمهوری اسلامی داشت در واقع برخورد جدی رو با ایشون انجام ندادن. و در مورد فلاحیان هم خودشون در داخل کشور یک سری نقدها و افشاگری‌هایی رو درباره ایشون انجام دادن که یکی از مهمترینش شاید بشه گفت مثلا همون کتاب تراژدی دموکراسی در ایران بود مال آقای باقی، و اشاره کردن که مثلا در عاشورای سال 73 در حرم رضا ایشون خودش بمب‌گذاری کرده بود و این بمب‌گذاری جزو تردستی‌ها و کاردستی‌های علی فلاحیان بود برای ذره چشم گرفتن از مخالفان، و جنایتی که چندین نفر کشته شدن، قطع نخاع شدن، فلج شدن، و به خاطر دستگاه تبلیغاتی که خودش رو موفق جلوه بده. یا بعداً در روز عاشورا اون اتفاقی رخ داد، در نتیجه در اون کتاب اشاره شده و حتی سعید امامی هم در گویا چیزهاش
بازجویی‌هاش بهش اشاره کرده که انفجار حرم رضا در خرداد سال 73 جزو دستسازهای خود فلاحیان بوده و این سنت آدمکشی رو در جاهای مذهبی و جاهای روشنفکری و جاهای سیاسی چیزی است که در واقع در بسیاری از روایت‌ها هم در داخل کشور به اون اشاره شده و در زمان فلاحیان از نظر چهره بین‌المللی هم جمهوری اسلامی بیش از پیش به حامی تروریسم شهرت پیدا کرد. جالبه که امروز همون دستگاهی که روزی از فلاحیان دعوت کردن به اروپا بره خودشون لعنت میکنن به خاطر اشتباه مهلکی که مرتکب شدن. دیگه این دوره برای خیلی از امنیتی ها در ایران ما یه رویاست دیگه، هرگز تکرار نمیشه، چون بعد از فلاحیان تمام این روابط قطع شد. اینا متوجه شدن که چه کلاهی سرشون رفته. آقای در این زمینه چی میدونی؟ عرض کنم که در نظر بین‌المللی یکی از اون کارهایی که در زمان فلاحیان رخ داد انفجار مرکز همیاری یهودیان یا آمیا بود و خود فلاحیان گرچه با وقاحت آخوندیش منکر داستان هست، ولی ماجرای آیما در اونجا در واقع توسط ایران و همکاران فلسطینیشون انجام شد و وقتی این اتفاق رخ داد در سطح جهانی بار دیگر ایران به عنوان مدافع تروریسم شناخته شد و علی فلاحیان در این بمبگذاری نقش مستقیم داشت و بعد چهره هایی مثل رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و افراد دیگری در دادگاه های آرژانتین حتی تا 4 بار ایران محکوم و متهم شد بر این مسئله که حتی مثلا سفارت اسرائیل رو هم اینها در واقع منفجر کرده بودن، بخشیش رو و چند نفری رو به قتل رسونده بودن. و در دوران فلاحیان تروریسم به حدی رشد پیدا کرده در خارج از کشور که اروپا محل تاخت و تاز تروریست های رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره و جوخه های اعزامی که در زمان فلاحیان وارد میشن و یکی از اون افراد که جان سالم به در برد در اون ایام خود آقای ابوالحسن بنی صدر هست که بنده با ایشون هم که دیدار کردم بسیاری از این نکات رو مطرح میکرد که در دوران فلاحیان این افراد چگونه سعی بر ارتباط گیری داشتن و ایشون هم در ماجرای دادگاه میکنوس در واقع اومد و شهادت داد و بعدن شاهد سی که کسی به اسم آقای مصباحی بود که اومد این کار انجام بشه و تمام این ترورهای سازمانی یافته چه رفسنجانی و چه خامنه‌ای حامی مسئله بودن و فلاحیان بدون اجازه اونها در واقع نمیتونست این کارها رو انجام بده و هدفمندی آن عملیات ترور در خارج از کشور صرفا برای این بود که هر نوع حرکت جنبشی که خطری برای نظام ولایت فقیه باشه رو اینها سعی بکنن حذف بکنن، اونم به شیوه ترور فیزیکی. و معاونت های ترور در داخل وزارت اطلاعات آنقدر فعال شد در اون ایام که دیگه مثلا روزنامه اشپیگل آلمان در واقع به نام فرمایش شما که الان گفتین نقد کرده بود حکومت خودش رو که چه نیازی هست که با چنین تروریست هایی بشه رابطه برقرار کرد، یا مثلا در بلژیک یا در اتریش و حتی روزنامه های دست راستی فرانسه هم حتی این مسئله رو افشا کردن و به کارگیری تروریست های غیر ایرانی برای هدف های ایرانی. اینها چیزهایی است که در نظر تاریخ روابط بین الملل و چه تاریخ مطالعات امنیتی به نظرم یکی از مهمترین بخش های بررسی تاریخ معاصر ایران در دوران خلافت اسلامی ولایت فقیه خواهد بود. این گفتگو با آقای قانیفر دانش آموخته مطالعات امنیتی. آقای قانیفر بنابراین در 3 سطح اینا عمل میکردن برای حس مخالفان و یک دست کردن جامعه یا همجنس کردن جامعه با حکومت جمهوری اسلامی که این به نظر میرسه استراتژیشون بوده یا روی کرده راه بردی. حالا یک اونطور که شما فرمودید یکی در درون کشور بوده، حسب اهل فکر، تکنوکرات ها، دانشمند ها، نمیدونم روزنامه نگاران، استادان دانشگاه، دانشیان برجسته. 2 حسب تمام چهره های به متنفذ در لایه های مذهبی مختلف، مثلا مسیحیان، یهودیان، بهائیان، بقیه اهل سنت، بهش بیشترین هدف هم همون اهل سنت بودن، حسب اونها از بین بردن اونها و همزمان انجام ترور در خارج از کشور.
یعنی در 3 ساعت عملیات پاکسازی جریان داشته. همین دیگه نیست؟ بله کاملا درسته. مثلا در ماجرای شاپور بختیار اینقدر این سطح روابط رو گسترش داده بودن که حتی یکی از نزدیکان شاپور بختیار رو وادار به همکاری کرده بودن و بعدن هم دیدیم که برای ماجرای تروریست قاتل شاپور بختیار کسی مثل ولایتی اومد و کنفرانس خبری برگزار کرد و یکی دیگه از اون افرادی که در ترور بختیار نقش داشت به عنوان قهرمان ملی به ایران برگردوندن و یا در ماجرای ترور قاسملو یا در وین اتریش یا مثلا در حالی که 40 روز بعد از مردن خمینی بود و این مسئله رو انجام دادن یا مثلا یکی دیگه ای که در داخل رستوران میکونوس بود که این مسئله صورت گرفت و یا مثلا یکی از ترورهایی که عجیب و غریب بود واقعا ترور دکتر سیروس الهی بود از سازمان درفش کاویانی و دادگاه های مختلفی چه در امریکا چه در اروپا و چه در اسرائیل اومدن و ایران رو در واقع متهم کردن و بعد حتی محکوم کردن که این کارهای ترور رو انجام دادن. در خاطرات رفسنجانی مثلا در خاطرات سال 1370ش در صفحه 250 درباره شاپور بختیار خوشحال هست که قبل از رسانه‌های جهان مطلع شده. باز الان هم گروه موسوم به اصلاح طلب اگر میگن که مثلا نخست وزیر وقت خمینی موسوی از جنایات ریشهری بیخبر بوده غیر قابل باور هست و اگر اعلام بکنن که مثلا افرادی مانند رفسنجانی و غیره ناآگاه بودن از این مسئله طبق کتاب خاطرات خودش باز هم غیر باور هست و تروریسم جزء اصول اولیه تفکر خمینیسم هست. تفکر خمینیسم یکی از عناصر تشکیل دهنده و اجزاء در واقع غیر قابل تفکیک اون تروریسم هست و باور به تروریسم و بنابراین اونها برای حفظ بقای خودشون که اون رو حکومت الله بر زمین مینامند حاضر به انجام هر جنایتی، هر قتلی و هر تروری در هر جای جهان که باشه هستن و این ترورها در واقع میشه گفت از اولین اونها زنده یاد طباطبایی در داخل خاک امریکا بود و همینجوری ادامه پیدا میکنه و در ایام فلاحیان به اوج میرسه و بنابرای فرمایش شما شاید دوران به نظر خودشون طلایی وزارت اطلاعات در واقع دوران فلاحیان هست و در دوران فلاحیان هست که ایران یعنی به عبارت جمهوری اسلامی بدنامی بیشتری رو در واقع نصیبش میشه به خاطر عملکرد تروریستی وزارت اطلاعات در طی دوران آدمخواری مانند علی فلاحیان. همین هفته من بیانیه میخوندم از سیدئوس سو احزاب حاکم در آلمان که خود این بیان نشون میده که چقدر اینها متنبه شدن از سیاستهای غلطی که داشتن یا از سیاستهای خیلی خوشبینانه در برابر حکومتهایی مثل جمهوری اسلامی، حکومتهای منطقه خاورمیانه یا در پذیرش خیلی از کسانی که به عنوان پناهجو به اروپا آمدن و معلوم شد که اینا سلول‌های اعزامی هستن برای اینکه روزی روزگاری بتونن در واقع کشورهای اروپایی رو تصرف بکنن. در این بیانیه به صراحت گفته میشه که از پس 5 تروری که انجام شده وسیله اسلامیست‌ها، 1 ترور رو گروه مهاجران انجام داد، یعنی گروه پناهجویانی که از کشورهای مثل سوریه آمده بودن. خب اینا نشون میده که اون دوره به سر آمده، اینا در سیاست‌های خودشون تجدید نظرهای اساسی کردن. آقای قانیفرد عزیز، یک اتفاق دیگری که در همین دوره میفته اینه که هاشمی رفسنجانی در خزانه مملکت و امکانات مملکت رو به روی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باز میکنه،
یعنی سعی میکنه اینا رو ثروتمند بکنه، کاری که پیش از این سابقه نداشت. در یک کشوری کار نمیکنن، چون دستگاه امنیتی خلق میشن برای اینکه بتونن در واقع محیط امنی رو برای شهروندان پدید بیارن، در حالی که در دوره هاشمی رفسنجانی برعکس میشه. سعی میکنن اینها رو پروار بکنن، در نتیجه تبدیل بکنن به سگهای دست آموز خودشون برای شکار مخالفان. در این زمینه چی میدونی؟ عرض کنم که منظورتون فعالیت‌های اقتصادی هست. به طور رسمی خودشون اعلام کردن که در دوران اواخر دوران رئیس شهری وزارت اطلاعات وارد فعالیت‌های اقتصادی شد، در دوران فلاحیان به اوج رسید با همکاری رفسنجانی و با سیاست رفسنجانی، و در واقع در این ایام هست که فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های در واقع اقماری وزارت اطلاعات چه در داخل و چه در خارج از کشور در واقع فعالیت داشت. و یکی دیگر از این مسائل چاپ غیرقانونی دلار بود، چون همونطور که میدونید قبل از بلوای 1357 در دو جا دلار در جهان چاپ میشد، یکی در امریکا بود به نظرم فلوریدا و دیگری در تهران بود در بانک مرکزی تهران. و وقتی که بلوای 1357 رخ داد هم کاغذهاش هم ابزار چاپ دلار باقی مانده بود، و در واقع در زمانی که محسن رضایی فرمانده سپاه بود و در اواخر دوران رئیس شهری و اوائل دوران فلاحیان، حتی وزارت اطلاعات دست به چاپ غیرقانونی دلار زد که در واقع میخواستن ارزش دلار رو بیارن پایین در سطح جهانی، که این در کتاب آقای رونالد برگمن در واقع به اسم جنگ سری با ایران مفصلن در اونجا گفته شده. در اینجا حالا فرصت نیست من بشکافم مسئله رو، ولی فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات در واقع میشه گفت که در دوران فلاحیان و دوران رفسنجانی به اوج رسید. تشکر میکنم. خب همینان این بود منزلی دیگر از سلسله برنامه های وحشت بزرگ. وحشت بزرگ رو همینجا که خود آقای خانیفر گفتن در واقع از پیام خود محمد رضا شاه پهلوی گرفتی نیست؟ بله، در مکزیک مصاحبه‌ای داشتن و در اونجا گفتن که من تلاشم بر این بود که ایرانیان به سمت تمدن بزرگ برن، ولی خمینی و آخوندها در تلاش اینن که وحشت بزرگ رو به ایران به ارمغان بیارن. ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدهند. باز مقایسهش با ملت ایران است. و اسم این برنامه هم به یاد شاه فقید ایران است، چه گذاشتیم وحشت بزرگ، که الان شاید اکثر تحلیلگران و افراد فعال سیاسی به درست بودن این واژه پی برده باشن. دو واژه مرکب در کنار هم و در واقع رهاورد مولاتاریا برای ایران بود. آقای خانیفه، الان که صحبت از پیشبینی های شاه شد، خب شاید یه سلسله پیشبینی ها که در رابطه با جمهوری اسلامی میگم این پیشگویی ها امروز مسکوت مونده، دست کم در نزد خیلی از اندیشکده هایی که راجع به مسائل ایران فکر میکنن نظر میدن. به نظرم جا داره که این سلسله از پیشگویی های یا پیشبینی های محمد رضا شاه پهلوی یک بار دیگه در دستور نقد و بررسی قرار بگیره، ببینیم که او چی گفت و چطور اینقدر دقیق چنین روزهایی رو و چنین ایامی رو پیشبینی کرده بود. عرض کنم که شاه فقید ایران در کتاب پاسخ به تاریخ که بخشش منتشر شده و بخشش بنا به مساله و در واقع یک سری محافظه‌کاری هایی هنوز منتشر نشد و یا حذف شد، در اونجا سه چیز رو بیان میکنه در لابلای اون خطوط. یکی وحشتناک بودن تروریسم اسلامی، و تا این لحظه فقط در دوران ترامپ هست که به اصرار جنرال فلین تروریسم اسلامی وارد مطبوعات میشه، وگرنه جرئت نداشتن این مسئله رو بیان بکنه. نکته دوم که شاه مطرح میکنه وحشت بزرگ هست. نکته سوم حکومت اوباش بر مردم هست، ولی متاسفانه در بلوای 1357 چون تروریست ها حضور داشتن و فوش دادن به شاه، ناسزا گفتن به شاه، استهزاء شاه مد روز بود و نشان روشنفکری آن بود که مثلا ضد مشروطه یا ضد شاه حرفی زده بشه اون وقت شخص در واقع
میشه گفت اون رو روشن فکر مینامیدن و افراد تروریست در واقع کعبه آمالشون آلبانی، لیبی، عراق، سوریه، کاسترو و چین بود و یا مسکو که قلبشون به سمت مسکو میتپید و بنابراین هیچ کدام از اون اسمن آزادی خواه‌ها و اسمن مبارزان ولی در واقع امر تروریست ها و ضد افراد ضد ایران هیچ کدامشان برای مصالح و منافع ملی ایران فعالیتی نداشته. در واقع سوار بر موج شده بودند زیر عبای خمینی و رهاورد و دستاوردشون در واقع عقب راندن ایران به 1400 سال قبل بود و بازسازی دستگاه استبدادی خلافت اسلامی در داخل ایران. و چون این ناسزاگویی به شاه تا این لحظه مد هست در بین شرکت کنندگان در جنایات و مکافات سال 57، بنابراین پردازش به اندیشه های شاه هم یک جوری گناه نابخشودنی است، یک جوری داغ ننگ هست اگر کسی بیاد و در واقع بگه که شاه فقید ایران در فلان جا درست گفت. ولی الان تاریخ بی‌رحم هست و تاریخ جاده یک طرفه است، به عقب بر نمی گرده. در جاده یک طرفه الان مشخص شده که شاه بازیگر قابلی در عرصه بین المللی بود. نکته دوم، مملکت خودش رو بسیار خوب شناخت. و نکته سوم، لعقل آن سه موردی که در پاسخ به تاریخ بیان کرد در واقع الان کاملا درست است. حالا اشاره در فرصت‌های بعدی به این خواهیم پرداخت که شاه فقید ایران درباره حکومت اوباش بر مردم ایران چه گفت و جناب پرویز ثابتی هم سخن مشهوری داره که اگر ساواک از بین بره تروریست ها به قدرت خواهند رسید. آن هم جمله طلایی است که باید نوشت و دقت کرد که زندانیان اسم سیاسی در دوران شاه فقید ایران چه کسانی بودند، چه تروریست هایی در اون ایام در زندان ساواک حضور داشتند که امروزه به قدرت رسیدند و هر کدوم از اونها در واقع چه خسران و چه بلا و بدبختی رو برای مردم ایران در مقام آورده. تشکر میکنم. عرض ادب و احترام. تا دیدار بعد، بدرود.